چرا فسیل را ببینید؟ کریم امینی بعد از سالها دستیاری در سینما و ساخت چند فیلم از جمله دشمن زن که در ژانر کمدی بود، سال 1402 معادلات فروش در سینمای ایران را به هم ریخت و با روایت یک قصه از ایران دهه 50 یک کمدی متفاوت را روانه پرده سینما کرد. حضور هادی کاظمی و بهرام افشاری در فسیل باعث شد مخاطب در نوروز 1402 استقبال بی‌نظیری از فیلم داشته باشد و رکورد فروش به لحاظ ریالی در سینما ایران را از آن خود کند. از این جهت میتوان فسیل را فیلم مهمی در تاریخ سینمای ایران دانست که توجه ها را به خود جلب کرده است. با هنرنمای ستاره سینما بهرام، هادی، صفا، قصاری و ملکه صحنه ها الناس. فسیل. چرا هزارپا را ببینیم؟ سال 97 هزارپا تمام فیلم ها را در فروش جا گذاشت تا ابوالحسن داوودی بار دیگر بعد از سالها ثابت کند که همچنان می تواند فیلم کمدی بسازد، هرچند که کمدی های موفقش مانند همین هزارپا یا نان، عشق و موتور هزار، جیبورها به بهشت نمی روند و من زمین را دوست دارم در جنس و لن هیچ شباهتی به همدیگر ندارند. فیلم تمام ویژگی های مورد انذار از کمدی های عطاران را دارد و مهمترینش بازی با ریاکاری و تابوهای اجتماعی است که این بار با تم نوستالژی دهه 70 شمسی هم ترکیب شده. فیلم سینمایی هزارپا به اندازه کافی موقعیت ها و شوخی های فکر شده را دارد، اما نویسندگان فیلم نامه ترجیح دارند که صحنه به صحنه اثر را از شوخی های کلامی پر کنند. این را هم فراموش نکنیم که نسخه عرضه شده آن در شبکه نمایش خانگی به نمایش درآمده است. چرا مصادره را ببینیم؟ داستان فیلم مصادره از دهه 1350 آغاز می شود و داستان یک کارمند ساواک به نام اسماعیل یارجانلو با بازی رضا عطاران است که درگیر ماجراهایی می شود. او که کارمند اداره ساواک است با خرید بلیت بخت آزمایی برنده آنه ملی می شود. با پولی که برنده شده 5000 متر زمین در عباس آباد خریداری و بر اثر سقوط حکومت شاه و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال 1357 مجبور به خروج از کشور می شود و وکالت زمین را به دوستش جلال خابندی با بازی بباک حمیدیان می دهد. چرا خوب بد جلف را ببینیم؟ پیمان قاسمخانی پس از سالها تجربه نوشتن فیلمنامه های طنز و موفقیت چشمی در عرصه سینما و تلویزیون و همکاری با کارگردان های مطرحی همچون مهران مدیری و سروش صحت توانست اولین فیلم سینمایی خود را در اوایل دهه 90 جلوی دوربین ببرد. فیلم خوب بد جلف فارغ از فیلمنامه و شوخی هایی که به خاطر سالها تجربه شوخی نویسی قاسم خانی شکل گرفته است، از یک ناحیه بیش از هر چیزی توانه سود و بهره ببرد. ترکیب پژمان جمشیدی و سام درخشانی که پیش از آن با بازی در سریال پژمان توانسته بودند مخاطبان را جذب کنند، باعث شد اولین تجربه سینمای قاسم خانی فیلمی سرپا و موفق در گیشه باشد. چرا بارکود را ببینیم؟ بارکود ساخته مصطفی کیایی یکی از آن کمدی‌هایی است که با تم همیشگی خلافکارهای خنگ و گیر افتادن در یک موقعیت دشوار می‌تواند از مخاطب خنده بگیرد. فیلم از بازیگران مطرحی چون بهرام رادان و سحر دولتشه و پژمان بازقی بهره برده و یکی از فیلم‌های موفق در گیشه سینماها به حساب می‌آمد. بارکود پر از لحظه های مرفه است و سکانس دوتایی بهرام رادان و محسن کیایی خنده دار است و حضور پژمان بازقی در کنار آنها به خنده بیشتر فیلم کمک کرده است. مخاطب به خوبی با تماشای فیلم سرگرم می شود و با یک قصه سر راست و راحت روبروست. چرا طبقه حساس را ببینیم؟
بعد از موفقیت فیلم مارمورک که حاصل همکاری پیمان قاسمخانی و کمال تبریزی بود، این دو تصمیم گرفتن 10 سال بعد از ساخت فیلم موفق مارمورک تجربه دیگری در عرصه کمدی داشته باشند. طبقه حساس کمدی متفاوت در کارنامه کاری تبریزی است که این بار جواد نوروزبگی را در مقام تهیه کننده و در کنار خود می‌دید. تبریزی در ساخت طبقه حساس سعی کرد از ظرفیت خوب رضا عطاران استفاده کند و فیلم را با حضور بازیگران مطرح دیگری جلوی دوربین ببرد. چرا ورود آقایون ممنوع را ببینیم؟ اگر قرار باشد یک معیار ثابت برای یک کمدی استاندارد در سینمای ایران معرفی کنیم، ورود آقایون ممنوع بدون شک در تمامی بخش ها واجد این ویژگی است. فیلمی که در فیلم نامه و ساختار بازیگری و جذب مخاطب موفق عمل کرده و تماشای آن حتی پس از بیش از 10 سال هم برای مخاطب جذاب است. ترکیبی کامل از بهترین ها دور یکدیگر جمع شدند و با فیلم نامه پیمان قاسمخانی ذوق کارگردانی رامبد جوان و بازیگری رضا عطاران و ویشکا آسایش یکی از بهترین کمدی های سینما ایران رقم خورده است. فیلمی که سراسر شوخی و خنده است و به مخاطبش برای خندیدن باج نمیدهد. تمامی سعی و تلاش خود را برای بهترین بودن میکند. ورود آقای ممنون نمونه خوب یک کمدی سرحال و خانوادگی است. چرا سن پترزبورگ را ببینیم؟ بهروز افخمی در اواخر دهه 80 به سراغ ساخت فیلمی طنز رفت که پیمان قاسمخانی نویسنده فیلمنامه‌اش بود. حمید اعتباریان که با فیلم آکواریوم ایرج قادری به سینما وارد شد، در مقام تهیه کننده از همان ابتدا پای فیلمنامه قاسمخانی ایستاد. ترکیب افخمی و قاسمخانی با حضور محسن تنابنده کامل شد. سن پترزبورگ به یکی از فیلم‌های کمدی سینمای ایران بدل شد. فیلم پر از ارجاعات بامزه و خنده‌دار است که در تمام لحظات مخاطب را می‌خنداند. حجم شوخی‌ها و کرکل‌های میان دو بازیگر اصلی، یعنی پیمان قاسمخانی و محسن تنابنده، به بهتر شدن فیلم کمک کرده است. تعریف از خود نباشه، ولی من بهترین جراح پلاستیک جهان هستم. چرا دایره زنگی را ببینیم؟ فیلم پربازیگر و خوش ساخته دایره زنگی ساخته پریسا بختاور یکی از آثار کمدی اجتماعی است که نگاه انتقادی به بسیاری از رخدادهای درون جامعه دارد. فیلمی که استانداردهای کافی برای تماشای بیش از یک بار را دارد و شوخی‌ها و روابط میان آدم‌ها به خوبی فضای جامعه امروز را نمایندگی می‌کند. فیلمنامه دایره زنگی را اصغر فرهادی نوشته است. اینو اولین و تا امروز تنها فیلم ساخته شده پریسا بختاور همسر اصغر فرهادی است. فیلم پر است از جزئیاتی که فقط از عهده فرهادی برمی‌آید. از این رو میتوان این فیلم کمدی را یکی از کمدی‌های از جنس آثار اجتماعی اصغر فرهادی دانست. بازی‌های یک دست و بازیگران و حضور پرتداد چهره‌های مطرح سینمایی از جمله باران کوثری، حامد بهداد و مهران مدیری و امین حیایی باعث شده که دایره زنگی به اثری قابل تماشا تبدیل شود که با وجود گذشت 10 سال هنوز از ساخت آن باز هم دیدنی است. چرا بی پولی را ببینیم؟ حمید نعمت‌الله بعد از ساخت فیلم بوتی که یک اثر اجتماعی تلخ و گزنده بود، به سراغ یک قصه اجتماعی رفت. این بار با تغییر لحن دومین فیلمش را در فضای کمدی درام ساخت. بی پولی ساخته یک ذهن آماده از فیلمسازی است که به خوبی میتواند اندازه دقیق آدم‌ها و روابط میان آنها را رصد کند و دنیای متفاوت آنها را روایت کند. و نتیجه شد یک فیلم کمدی ایرانی کالت دوست داشتنی. فیلم بیپولی جزو آثار تاثیرگذار در زندگی و سبک زندگی زوجهای جوان است. روابط درون فیلم به اعضای بیرونی دارد و هر مخاطبی با لحظه های فیلم همزاد پنداری می کند. شوخی ها و اصطلاحات فیلم هنوز هم میان علاقه‌مندان فیلم دست به دست می شود و حتی تماشای چند باره آن مخاطب را خسته نمی کند. بهرام رادان یکی از بهترین بازی‌هایش را در نقش ایرج بازی کرد.